سلام، وقتتون بخیر. به همین سرعت سال 88 رو پشت سر گذاشتیم و وارد سال جدید سال 89 شدیم. امیدوارم که همه شما هموطنان عزیزمون، همه شما ایرانیان در سراسر کشور عزیزمون ایران و در سراسر جهان لحظات خوبی رو در پیش رو داشته باشید. امیدوارم تمام خاطرات سال گذشته رو چه بد چه خوب همه رو به فراموشی بسپارید. لحظات خوب و خاطرات قشنگ رو همراه خودتون البته نگه دارید، اما خاطرات بد و سختی ها رو به فراموشی بسپارید و سعی کنید برای سال جدیدتون برنامه‌ریزی دوباره‌ای بکنید و بهترین ها رو برای خودتون، دوستانتون و عزیزانتون رقم بزنید. منم از طرف همه همکارانم در شبکه تلویزیونی پی ام سی اینجا اومدم تا به شما فرارسیدن سال جدید سال 89 رو تبریک بگم و بگم نوروزتون پیروز. سلام، وقتتون بخیر. با برنامه نیوکامرز از پی ام سی میوزیک در خدمت شما هستیم. در این برنامه ما به معرفی ویدیو کلیپ هایی میپردازیم که قراره به زودی از شبکه تلویزیونی پی ام سی پخش بشن. ویدیو کلیپ هایی که از داخل و خارج از ایران فرستاده میشن، خوانندگانی که تازه پا به عرصه موسیقی گذاشتن یا اونایی که سالهای زیادی در این زمینه فعالیت میکنن. به هر حال هر ویدیو کلیپی که قرار از طرف هیئت داوران انتخاب بشه برای پخش در شبکه تلویزیونی پی ام سی در این برنامه برای اولین بار پخش میشه، یعنی نیو کامرز. هر ویدیو کلیپی که قرار پخش بشه از اینجا پخش میشه برای اولین بار، یعنی این ویدیو کلیپ ها رو شما ندیدید در شبکه تلویزیونی پی ام سی. یک مورد دیگه هست که باید بهتون بگم، گفتم هیئت داوران ما 6 نفر هستن و اینا کسانی هستن که در مورد ویدیو کلیپ ها نظر میدن و انتخاب میکنن، رأی میدن و میگن چه چیزهایی میتونه معیار باشه برای انتخاب. البته معیارها از قبل مشخص شده. این موردی که من دارم خدمتتون عرض میکنم در مورد اینه که روی چه معیارهایی میشه ویدیو کلیپ خوب رو انتخاب کرد. خب در طول هفته ویدیو کلیپ های زیادی برای ما فرستاده میشه که خوشبختانه یا متاسفانه تعداد محدودی از این ویدیو کلیپ ها انتخاب میشن. متاسفانه ای که سلام، وقتتون بخیر. باز هم با مسابقه پیرامید از پی ام سی در خدمت شما دوستان و علاقمندانی هستیم که دوست دارید شانستون این هفته در خونتون رو حتما بزنه تا بتونید توی مسابقه پیرامید شرکت کنید. شانس امیدوارم که با شمایی باشه که در حال حاضر پای تلویزیون خودتون نشستید و منتظرید که صدای زنگ تلفنتون رو هم بشنوید و گوشی رو بردارید بگیم از مسابقه پیرامید تماس گرفتیم و الان انتخاب شدید برای شرکت در مسابقه. امیدوارم که ناامید نشید و در مسابقه ما بتونید شرکت کنید. اونای دیگه‌ای هم که در مسابقه نمیتونن این هفته شرکت کنن، شانس خودشون رو هفته بعد امتحان میکنن. برای ما ایمیل میزنن به pyramid@pmc.tv و ما هر هفته از بین ایمیلایی که اومده اسمایی رو که برامون ارسال کردن با شماره تلفن‌ها انتخاب میکنیم، به قید قرعه یکی انتخاب میکنیم، باش تماس میگیریم ببینیم کی برنده میشه. خب حالا نمیدونم، از اتاق فرمان هنوز به من اشاره نکردن که ارتباط برقرار شده یا برقرار نشده. من یه توضیح خیلی کوتاهی هم راجع به نحوه شرکت در مسابقه بدم، با اینکه دیگه همه میدونن دیگه چه جوری توی این مسابقه باید شرکت کنن. یه شماره رو انتخاب میکنین، شماره شخصیتونه، 20 شماره 19 تا شماره هم میمونه از 20 تایی که قبلا بوده، چون یکیشو انتخاب کردین دیگه. مرحله به مرحله میسوزونیم میریم جلو. ما به شما پیشنهاد میدم اگه اهل معامله بودین که میفروشین، اگرم اهل معامله نبودین که میریم تا به آخر ببینیم شانستون چیه. امیدوارم هم شانستون خوب باشه. اشاره میکنه از اتاق فرمان که ارتباط برقرار شده. ارتباط برقراره، درسته؟ الو. الو، سلام. سلام، احوال شما؟ قربان شما، خوب هستین؟ قربان شما، چه خبره؟ هیچی، من فعلا یکم استرس دارم چون باورم نمیشد که تماس گرفتم. واسه همین اگه یکم صدام میلرزه عذرخواهی میکنم. من سلام میکنم، علی هستم. علی جان از کجا تماس میگیری؟ مشهد. از مشهد. از مشهد تماس میگیری؟ علی، البته خانومم هم اینجاست، آتکه، سلام میرسونه خدمتتون. سلام خدمتتون برسونید. خیلی
خانم آتکه؟ بله بله. چه اسم قشنگی هم دارن خانم؟ لطف دارین شما. تشکر. چند سالتونه؟ بنده 27 سال. 27 ساله. بچه نداری نه؟ نه هنوز. نه هنوز. ان شاء الله 1 میلیون تومانو ببری؟ بری سیسمونی بگیری براش. درست گفتم؟ سیسمونی؟ نه بابا، این ایران با 1 میلیون تومان سیسمونی نمیشه خرید. جدی میگی؟ 12 میلیون تومان پول لازم داری. خب حالا یه بخشش که میتونی بخری. آره دیگه. همون یه بخش داره. همین یه بخش، انشالله که ببری. خب نه، یه شماره رو انتخاب میکنی برای شماره شخصی؟ شماره یک رو انتخاب میکنم. شماره یک رو به عنوان شماره شخصیش انتخاب میکنه. ما هم شماره یک رو برات مشخص میکنیم. اینجا شماره یک. خب شماره یک رو انتخاب کردی علی جان. بله بله. میدونی که چه جوری باید مرحله بعدی رو پیش بری دیگه. 8 تا شماره رو باید از بین شماره‌ها انتخاب کنی یکی یکی. ما میسوزونیم ببینیم چی میشه. دین 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 دین. خب اجازه بدین اولی رو خانومم بگه. اولی رو خانومت بگه. شماره 6. شماره 6 رو براشون باز کنید به عنوان اولین شماره، ببینیم خانومشون چه بلایی سر آقاشون میاره. 750,000 تومان. این به خنده داره واقعا. خب 750,000 تومان رو سلام، وقتتون بخیر. با برنامه باکس آفیس از پی ام سی در خدمت شما هستیم و دعوت میکنیم که ما را تا انتهای برنامه این هفته همراهی بفرمایید. در همین ابتدای برنامه فرارسیدن سال نوی میلادی رو به همه هموطنان مسیحی کشورمون تبریک عرض می‌کنیم و امیدواریم که سال بسیار خوبی رو هم در پیش رو داشته باشند. این هفته هم با یکی دیگه از مجموعه برنامه‌های باکس آفیس در خدمت شما دوستان و علاقمندان به فیلم و سینما هستیم و فیلم‌هایی رو که برای سال نوی میلادی انتخاب شدن رو در این هفته به شما معرفی می‌کنیم. امیدواریم که این برنامه و فیلم‌هایی که برای شما در نظر گرفتیم هم مورد توجهتون قرار بگیره و تا به انتهای برنامه باکس آفیس رو تماشا کنید. اسپریت یکی از فیلم‌هایی که قرار هفته آینده به اکران سینماهای جهان در بیاید. یک فیلم دیدنی، خوش‌ساخت و جالب که مسلماً مورد توجه علاقمندان و دوستداران فیلم و سینما هم قرار می‌گیره. داستان این فیلم در رابطه با یک مأمور پلیس به نام گابریل مچ هست که به طرز وحشیانه کشته میشه، اما به طور معجزه آسایی نجات پیدا میکنه و بعد از مدتی در لباس مبدل یک روح به شهر برمیگرده تا شاید بتونه شهر خودش سنترال سیتی رو نجات بده. اون باید با دشمن شماره یک شهر یعنی اکتاپوس مبارزه کنه. اون که تصمیم داره به قیمت نابود کردن نیمی از جمعیت شهر و خراب کردن تمامی خونه ها و افرادی که سر راهش قرار میگیرن به جاودانگی دست پیدا کنه، نقشه های زیادی رو در سر داره. اما گابریل تصمیم میگیره که اون رو به هر نحوی که شده متوقف کنه. اما در این راه 5 زن اغواگر هم سر راه اون قرار میگیرند تا شاید بتونن اون رو از مسیرش منحرف کنند. اون تمام امیدش رو به عشق سابقش میبنده، دختری که دزد جواهرات و دل گابریل رو ربوده، اما اون هم برای اون نقشه های عجیبی رو در سر داره. سلام، وقتتون بخیر. دوست دارین تصویرتون توی پی ام سی پخش بشه؟ خیلی ساده است. همه شما پروموهای This is my PMC هنرمندای مختلف رو توی PMC دیدین. ما قصد داریم این پروموها رو به مسابقه بذاریم. بس شما بخوایم که با کمک گرفتن از خلاقیت خودتون و بازم تکرار می‌کنیم با کمک گرفتن از خلاقیت خودتون این پروموها رو به مدل‌های مختلف اجرا کنیم و ویدیوی اون رو برای ما ارسال کنید. ما هم هر ماه از بین بهترین پروموها یکی رو انتخاب می‌کنیم و به عنوان برنده مسابقه ماه در PMC پخش می‌کنیم. به اضافه اینکه 250,000 تومان هم به عنوان جایزه به برنده تقدیم می‌کنیم.
پس از همین حالا شروع کنیم و This is my PMC خودتون رو بسازین و برای ما ارسال بکنید. خلاقیت یادتون نره. موزیک چیه؟ هر صدایی که میشنویم مگه موزیکه؟ همونطوری که به تیپ و قیافتون اهمیت میدین، به گوشتون هم اهمیت میدین؟ میگن موزیک غذای روح آدماست. پس بعد به گوشتون هم اهمیت بدین. کیوان میخواد تو برنامه کاندیدیت از ساز و سبکای موزیک بگه، از اینکه کدوم خواننده یا تهیه کننده مطرح ترن یا طرفداراش بیشترن. ضمن اینکه شما هر روز تو تلویزیون راندوو موزیک دلخواهتون انتخاب میکنین، برنامه کاندیدیت موزیک برتر هفته رو از طرف شما معرفی میکنه، جایزه هم میده. چون موزیک یک جایگزین واقعی برای نقصهای کلام و زبانه. موزیکی که ما انتخاب میکنیم این روزا موسیقی بخشی از زندگی آدماست و آدما توی هر سن و سالی که باشن موسیقی رو دوست دارن. موزیک باعث میشه که خاطرات آدما ثبت بشه، باعث آرامششون میشه و بعضی موقع آدما انقدر از موزیک انرژی میگیرن که مدام بالا و پایین میپرن. خلاصه اینکه هر کسی با هر طرز فکری و با روش خاص خودشه که از موسیقی لذت میبره. ولی ما توی تلویزیون راندوو تصمیم گرفتیم که موزیک ویدیوها رو به یه طریق دیگه‌ای برای شما پخش کنیم. یعنی اینکه هر روز توی برنامه کاندیدیت این شما هستین که موزیک ویدیوهای مورد علاقتون رو از طریق ایمیل و یا اس ام اس و تلفن انتخاب می‌کنین و بعد ما با رأی شما و با نظر شما بهترین موزیک برتر هفته رو براتون معرفی می‌کنیم. تلویزیون راندوو می‌خواد تمامی خواننده‌ها و دست‌اندرکاران و استعدادهای صنعتو کمک بکنه تا روز به روز بیشتر رشد بکنن. حالا بین موزیک لس آنجلسی و موزیک زیرزمینی این شما عزیزان هستین که انتخاب میکنین کدوم از همه بهتره. برنامه کاندیدیت هر روز در تلویزیون راندوو شما رو با اخبار سلام با برنامه جدیدی از PMC به نام ریفلکت در خدمت شما عزیزان هستیم. ریفلکت به معنای بازتابه که در این برنامه آهنگی است برای بیداری افکار. در برنامه ریفلکت ما به بحث و گفتگو در رابطه با موضوعات خاص اجتماعی میپردازیم که این موضوعات خاص اجتماعی بر اساس تحقیقات کارشناسان اجتماعی تهیه و تنظیم گردیده. ما هر هفته با نسیم، یلدای عزیز و خودم مهرنوش در خدمت شما عزیزان هستیم با یک موضوع خاص. با ما باشید با برنامه ریفلکت. اولی موضوع برنامه ما اثر بحران اقتصادی در روابط زوج هاست و میدونیم که خب این روزها در سراسر دنیا گریبانگیر همه مردم شده و مخصوصا روی زندگی زوجها تاثیر نامطلوبی گذاشته. درسته، همونطور که میدونی رابطه زن و مرد یک رابطه فوق‌العاده پیچیده‌ایه که خب میتونه از جهت‌های مختلفی هم مورد بحث و بررسی قرار بگیره. اما امروز ما می‌خوایم در مورد بحران اقتصادی و مشکلات مالی همونطور که اشاره کردی و راه حل‌هاشون دقیقاً صحبت بکنیم، مخصوصا روی زوجها و خانواده‌ها. حالا میدونیم وقتی که این بحران اقتصادی به وجود میاد، حتی روی اون زوجهایی که با هم دیگه هیچ مشکلی از نظر عاطفی و احساسی و به طور کلی هیچ مشکلی با هم دیگه ندارن، حتی ممکنه رابطه اونها رو هم دچار مشکل بکنه. درسته، ممکنه سری از فشارهای روحی روشون ایجاد بشه و حتی برنامه‌ریزیایی که برای آینده‌شون انجام دادن رو خراب بکنه. تمام تغییر آرامش ندارن. درسته. آرامششون